سلام، وقتتون بخیر. دکتر ملا هستم. خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از مجموعه ویدیوهای مسیر تو طراحی کن. این قسمت میزبان دوست و همکار عزیزم دکتر حسن مومنی هستیم. دوست عزیزم با لبخندی همیشگی بر لب. دکتر عزیز خیلی خوش اومدید. یه اول پرسی با مخاطبین داشته باشید و بعد گفتگو رو با هم شروع کنیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان و تشکر ویژه از دوست عزیزم جناب دکتر ملا که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن که امروز در خدمتتون باشم. درود بر شما. وجه اصلی از کار حرفه‌ای دکتر مومنی که من برام شاخص هست، خب من سابقه همکاری با آقای دکتر رو در شهر یزد داشتم و خب طی سالیان گذشتم در شهر اصفهان مشغول به فعالیت هستند. در حال حاضر عمده فعالیتشون متمرکز در کار حرفه‌ای روی شهر اصفهان هست. اون چیزی که در خصوص ایشون برای من شاخص هست، خب اول اینکه تلاش و پیگیری همیشگیشون هست برای پیشبرد اهداف حرفه ایشون و دوم درگیری خودشون در پروسه آموزش. خب تو به طور ویژه استاد کلاب های آتی آی رو میدونم که خیلی درگیر هستن و از جمله همکارانی یعنی هستن که احساس من اینه که با سخاوت سعیشون هست که انتقال بدن اون چیزی که در دانش و مهارتشون هست به همکاران جوانتر خودشون. این شاید انگیزه اصلی بود که دوست داشتم امروز میزبانتون باشیم آقای دکتر و از مسیر کار حرفه‌ایتون بشنویم. طبق سنت برنامه معمولا اول خواهش میکنم یه روایت شخصی داشته باشید از مسیر کار حرفه‌ای از قبل از دانشگاه تا به امروزی که در منظرتون هستم. خواهش میکنم. من ورودی سال 74 دانشگاه آزاد هستم در رشته دندان پزشکی و حالا اینکه دندون پزشکی قبول شدم همینم خودش داستان خاص خودش رو داره و من همیشه دوست داشتم که جراح بشم و اونم جراح قلب تو رویاهای خودم در از کودکی، ولی خب یه سری اتفاقاتی افتاد که من وارد رشته دندان پزشکی شدم. سال 1 و 2 حالا زیاد رغبتی نداشتم تا اینکه سال 3 دندان پزشکی من با رشته جراحی آشنا شدم و خب من که یه جورایی احساس میکردم که دوباره میتونم برگردم به اون آرزوهای خودم که در دوران کودکی داشتم و خیلی علاقه من به رشته جراحی، یعنی در من سال 4 و 5 دندان پزشکی که بود شاید من تمام کتابای جراحی رو خونده بودم، ولی مثلا شاید حالا یه سری از کتابایی که مال درسای دیگه بود واقعا رغبتی نداشتم بخوندن و یه جورایی عاشق و شیفته جراحی بودم. به محض اینکه درسم تمام شد احساس کردم که من یک دندان پزشک خوبی نمیشم و من علاقه و آرزوهام در رشته جراحیه. سال 82 بود که در آزمون رزیدنتی با رتبه بسیار خوبی در رشته جراحی فک و صورت دانشگاه اصفهان قبول شدم و سال 87 فارغ التحصیل شدیم و خدمت شما رسیدیم در شهر یزد تا سال 91 با پایان تر دوباره برگشتم اصفهان. حالا به صورت محدود حالا بین اصفهان و یزد تردد داشتم و یکی دو سالی بود که من فقط کار درمانی میکردم، ولی بعد احساس کردم که بهتره که وارد حوزه دانشگاه باز دوباره بشم و سال 94 دانشگاه آزاد اصفهان همونجا که دوره عمومی بودم برگشتم و به عنوان استاد، حالا اگه بشه گفت، حالا دوباره شروع کردم به فعالیت کردن. تا الان امر آموزشی امریه که حالا بعضی ها دوست دارن این کار رو انجام بدن و یه چیز درونیه و به نظر من کسایی که وارد این فیلد هم میشن باید واقعا عاشقش باشن و واردش بشن. من شخصا حالا شاید تجربیات زیادی نداشته باشم، ولی خب خیلی دوست دارم اون چیزی را که بلدم و اون چیزی را که خودم تجربه ای راجبش دارم را به دانشجوان، به رزیدنت ها منتقل کنم که این بتونه به پیشرفت علم، به پیشرفت دانش و به درمان بهتر یک بیمار کمک بکنه و این بهترین به نظر من نتیجه است که شما با آموزشی که میدی باعث بشی که یک بیماری حالا در جای ایران یک درمان خوب بگیره.
مرسی از توضیحت. ببین دکتر مومنی، من شاید در واقع دلیل اصلی از انتخاب این گفتگو با آیت مومنی همین بود که شما یه دوره‌ای کار دانشگاه رو تجربه کردی در شهر یزد، بعد چند سالی از اون فضا دور باقی موندی، بعد دوباره اون انگیزه رو پیدا کردی که برگردی. من یه نکته اصلی که تو ویدئو دنبالش هستم این هست که بتونیم اون سلاق مختلف رو به نوعی انعکاس بدیم، انگیزه ها رو در مورد صحبت بکنیم. من به شخص همون سالی که شما ترک کردید دانشگاه رو ترک کردم. خب میخوام ببینم اون نوع نگاهی که شما رو دوباره باعث شد برگردی چی هست؟ به حال اون نگاه ممکنه برای یه جمع زیادی از همکارانمون بتونه یه ایده رو بده و حالا حداقل مسیر پیش روشون رو بتونه بهتر ترسیم بکنن. در مورد اون باز صحبت خواهیم کرد، اما نکته‌ای که الان توضیح دادی اون انگیزه و موتور محرک اصلی بود که خب دوباره درگیر کار آموزش کردی خودت رو. معمولا اینجوری سوال شروع میکنم من، وقتی شما درگیر کار آموزش هستی، خب یه وجه دیگر اون آموزش اینه که خود آدم هم سعی میکنه که به سمت پرفکشن بره، به سمت بهبود و به سمت در واقع افزایش دانش مهارت خودش بره. میخوام ببینم آیت المؤمنی امروز مهارت‌های خودشون تو بوده چه نظری و چه تو بعد عملی، چه کانال هایی داری برای اینکه بتونی تو پرکتیس خودت اون پرسیجرهای خاصی که امروز ممکنه ترند روز جراحی باشه رو بتونی اکتساب بکنی، خودتون با چه شکلی اون الگو و مفهوم آموزش مداوم رو رو کار خودتون دارید پیاده میکنید؟ خب شما میتونید با رفتن به کورس های مختلف و مطالعات جانبی خودتو آپدیت نگه داری، ولی خب جراحی یه بدیایی داره و یه خوبیایی داره. بدیش به نظر من اینه که شما با مطالعه صرف نمیتونی یه سری کارا رو انجام بدی. من خودم شخصا آدمی هستم که یه پروسیجر رو باید ببینم، یعنی یک استادی برام انجام بده، ملکه ذهنم بشه تا بتونم انجام بدم. برای همین حضور در سمینارها، سخنرانی‌ها، کورس‌های کوچیکی که برگزار میشه به نظر من نقش بسزایی داشته تو آپدیت موندن فرد. البته خب یه بحثی هم هست، لزوما شما با دانشگاه اومدن و دانشگاه موندن نمیتونی در پروسه آموزش موفق باشی. الان همکاران بسیار زیادی هستن که شاید به نوعی هیئت علمی هم نیستن، ولی خب شاید بار زیادی از آموزش رو به دوش میکشن. یعنی شما، من دندان پزشکانی که حالا دانشجوی ما هستن، بعض وقت ازشون سوال میکنم، میبینم یک آدمی که اصلا تو محیط دانشگاه نیست و بیرون داره کار آموزشی انجام میده، خیلی بیشتر ازش چیز یاد گرفته تا شاید مثلا اون کسی که استادش بوده. و شاید خود منم از کسایی که استادم نبودن و الانم هیچ پوزیشنی ندارم، خیلی بیشتر چیز یاد گرفتم. میدونید به نظر من با حضور شرکت‌ها، آوردن وسایل و دستگاه‌ها، خب حالا از جنبه مارکتینگ دستگاه‌ها باید فروش هم بره دیگه، برای فروش بهتر دستگاه‌ها. آموزش یک جزئی لاینفکیه که به نظر من باید به دید مثبت حضور این شرکت‌ها و آموزششون را توجه کرد. در هر صورت شما اگر نیازی تو رشته خودت داشته باشی، مجبور اون نیاز را برطرف کنی، نیاز آموزشی را. حالا اون نیازی که خودت احساس بکنی که خودت داری که تقویت بشی، یا بیمارت هست تو میخواد، آقا من فلان چیز را میخوام، من آقا دیدم این پلنتی یک روزه میگذرن، من دیدم نمیدونم همکار من یا نمیدونم آشنای ما فلان جا فلان درمان رو اینجوری گرفته، همه اینا نیروی محرکه میشه که تو یه جوری خودتو بیاری بالا. نیاز شخصی و نیاز جامعه. تو فیلد تخصص خودتون دکتر، خارج از کشور یا داخل کشور، حالا من خودم به شخصه اینجوری هم رو فضای مثلا سوشال مدیا خیلی از کسانی که احساس میکنم میتونم جدید ازشون مهارتی رو یاد بگیرم، خب فالو میکنم، دنبال میکنم. شخص خاصی، فرد خاصی هست تو ذهنتون که احساستون باشه که میتونه کمک بکنه به جهت دادن به مسیر کار حرفه‌ای خودشون، شما به طور مثال؟ خب همونجور که خود شما هم گفتید، من مثلا توی از اینستاگرام استفاده که میکنم 3-4 تا کانال هست، یکیش همون بستاوین پلانتولوژی،
آگمنتیشن، ایمپلنتولوژی، اینا پستای خیلی خوبی میگذاره و خیلی باور کردنی شاید نباشه، ولی کامنتای خیلی خوبی آدم ازش میگیره با یه پست خیلی کوچیک که حالا میاد و شاید 4 تا دونه عکس کوچیک هست که شما اینا رو رد میکنید و میبینیم برای شما که حالا بالاخره خود دستی بر آتش دارید، دیدن اینها تونه آموزش خیلی خوبی داشته باشه. من به شخصه از این دو تا کانال خیلی استفاده میکنم. بسیار. دکتر مومنی، توی مسیر آموزش، خب همکارانمون حالا چه تو سطح دانشگاه، همکاران دانشجویی که در واقع دارن دوره دانشجویی طی میکنن، چه همکارانی که بعد حالا تو مقطع بعد دارن پرکتیس پرفیشن رو کم کم میخوان سر و سامان بدن، خب یه نگرانی که دارن و زیاد ممکنه منتقل بکنن، شاید شما پیامشون دانشگاه در حضور دارید بیشتر دریافت میکنید. مثلا دانشجوی سال 4 یا 5 هستن، میگن که نه دیگه، ما خیلی خیلی پیشرفت سریع داره اتفاق میفته و همیشه نگران اینن که نمیتونن گپ بین مهارت خودشون یا اون چیزی که تو دانشگاه دارن آموزش میبینن و بیرون رو پر بکنن. خب حالا من به شخصه ممکنه واقعا نگاه من باشه که این گپ که خیلی ساده میشه با یه مقدار جستجوگری، با یه مقدار حالا وقت گذاشتن و در واقع هدفمند جستجو کردن راحت گپشو پر کنن یه همکار. میخوام ببینم شما توصیت به دانشجویان چیه توی مقطع؟ مطمئنم که این پیام رو زیاد دریافت کردید تا باز. بسیار زیاد. دانشجوها الان هم نگران آینده حرفه‌ایشون هستن. به نوعی با افزایش تعداد دانشکده‌هایی که داره دانشجو آموزش میده، حالا چه در بوده عمومی چه در بوده رزیدنتی، خب این نگرانی آینده برای همشون وجود داره. من فقط بهشون یه چیزی میگم، میگم ببین آینده رو نمیشه پیش بینی کرد، ولی الان میدونی باید چی کار کنی. الان سعی کن که خودت رو یک جور آموزش ببینی که یک دندان پزشک عمومی خوب باشی. این یه واقعیتیه، الان شاید تعداد دندان پزشک زیاد باشه ولی دندان پزشک عمومی خوب خیلی کمه. این دندان پزشک عمومی خوبی که بتونه کارهای حالت مثل ترمیم، اندو، جراحی، پریور رو خوب انجام بده. من به بچه‌ها اینو میگم، میگم فعلا شاید خب واقعا نشه یه افق خیلی وسیعی رو برای افراد و برای حتی خودت متصور باشی، ولی چیزی که هست الانه. من میگم الان در کناره میتونید دوران دانشجویی دوران بسیار خوبیه، میتونید حالا خوش باشید و وقت زیادی هم دارین، یه قسمت اعظمی از وقتتون رو بذارید برای آموزش خوب. شما اگر تو بخش این دو رو خوب یاد بگیرید، تو بخش پروتز خوب یاد بگیرید و فارغ التحصیل که میشی یک دندان پزشک عمومی خوب باشی، بعد میشه راجبش حرف زد که حالا چه اتفاقاتی میتونه بیفته. الان فعلا بعد خودتو کامل کن. در واقع پیامتون اینه وقتی سواری قطار هستی و داشت داری حرکت میکنی، حالا بعد انعطاف نشون دادن و بعد ببینی چی پیش میاد، ساده اتفاق میفته، ولی اگر همراهی نکنی و دور بمونی و این گپ بزرگ شه، واقعا بعد خیلی سخت پر کردنش. دکتر، یه بخشی از اون چه که همکارمون نیاز داره امروز برای اینکه پرکتیسشو فرم بده و بتونه سرعت بده حرکتش رو، خب همون مهارت‌ها و دانشی که دانشکده فرا گرفته و شانسشو داشته که یاد بگیره، حالا بسته به اون سعیت و اون وقتی که گذشت دریافتش کرده، اما یه سری مهارت‌ها رو داریم که خب دانشکده آموزش ندادن به من، به شما، به همکاران دیگرم آموزش داده نمیشه. چون میدونم مطب داره موفقی هستی، میخوام ببینم که توی مطب از نگاه شما چه مهارت‌های دیگر رو نیاز داریم که حالا اگر فرصت داره لازم براش وقت بگذاره. همونطوری که گفتی خب افزایش دانشش خیلی اهمیت داره، اما اون مهارت‌های دیگری که میتونه امروز روش فوکوس بکنه و بره به دنبالش بگرده و حاصل اون جستجوش هم بشه دریافت یه اثر تو مطب، اون مهارت‌ها چه مهارت‌هاییه؟ در واقع این سوالتون این مهارت های مطب داریه؟ اصلا دقیقا اصلا. به نظر من شخصا اینکه شما چقدر دندان پزشک اکسپرتی باشی، چقدر ماهر باشی یک داستانه، اینکه چجوری بتونی مطبت رو بگردونی یک داستانه دیگه است. افراد بسیار زیادی هستن که شاید از لحاظ علمی جایگاه
بالایی ندارن ولی از لحاظ مطب داری بسیار موفق هستن. در واقع یک نوع هنره که شما چجوری با مریضت بتونی برخورد بکنی. هدفت اصلا از داشتن مطب چی باشه؟ اگه هدفت از داشتن مطب رضایت بیماران باشه و توجه به نیازها و نگاه بیماران، قطعا شما دندان پزشک موفق در آینده میشید. ولی اگر اهداف دیگه حالا صرفا مارکتینگ بخواد باشه و درآمد باشه، به نظر من در دراز مدت آدم با شکست مواجه میشه. ترکیبی از تجربه، علم و به نظر من خوش برخوردی و خوش رویی، مخصوصا در شرایط فعلی به نظر من که خب حالا همه به نوعی درگیر مشکلات خاصی هستن، به نظر من شخصا همیشه تو مطب هر وقت اتفاقی میفته خودم رو جای بیمار میگذارم، هیچ وقت در قالب دکتر مومنی قضاوت نمی کنم و همیشه در قالب بیمار خودم را ارزیابی می کنم و همیشه سعی می کنم حق را به بیمار بدم. این باعث میشه که شما در دراز مدت آدمی موفقی بشی و مطب دار موفقی بشی. مرسی از توضیح. دکتر، حالا الان که خب یه مدت شاید وقت آزاد بیشتری داریم هممون چون به حال حجم کار رو کم کردیم، اما تو شرط معمول میخوام بدونم که سهم بین دانشگاه پرکتیس مطب و اون بخشی از کار که توی ستینگ بیمارستانی داره انجام میگیره رو چطور مدیریت میکنی؟ چطور نظمشو میدی؟ یه مقدار کار سختیه، ولی خب شما یه روزای مشخصی داری که تایمای صبحته که اکثرا اختصاص داره به دانشکده بیمارستان آموزشی و حالا یک روز آف داری که اونم میری به بخش بیمارستانی خصوصی خودت میرسی. و ولی خب رشته جراحی سختی های خاص خودش رو داره، یعنی شما عملا خیلی از شبها که آنکال هستی در واقع باید در دسترس هم باشی، شاید یک موارد خاصی پیش بیاد که حالا یا تماس تلفنی باید بگیرن یا شاید مجبور شی تماس پاشو بری بیمارستان و ببینی چه اتفاقی افتاده. یک مقداری منیش کردنش سخته، ولی خب بعد از یک مدتی آدم عادت میکنه که چجوری با حالا این مشکلات کنار بیاد. ولی کن حالا کرونا خصوصیات خیلی بدی داشت، ولی یه سری خصوصیات خوبش هم اینه که آدم میتونه یه مقداری یه استاپی بده و یه مقداری خودش و کاری که داره میکنه رو ارزیابی کنه، ببینه که حالا داره چیکار میکنه. من شخصا تو داستان کرونا به این نتیجه رسیدم که خیلی از رفتارهای ما یه دور باطله که هر روز داره تکرار میشه و باید واقعا روش تفکر عمیقی کرد و یه تغییراتی ایجاد کرد. بسیار دیگه. حالا این استاپی که به اجبار ایجاد شده، خب هم تو گفتی دیگه مدت های ریجت کرده، ولی خب هم تو میگید باز ممکنه از زاویه دیگه فرصت هایی هم داشته باشه. میخوام اینم تو کار شما حالا در مورد ستینگ بیمارستانی ما با مزایش ممکنه آشنا باشیم، میخوام اینم که چه محدودیت هایی رو داره برای منی که درگیر پرکتیس شخصیم بودم، مثلا یه پرنتیسم که خب مطب شخصی رو داشتم، همه چیز به نوعی مستقل سیاست گذاری می‌شده، به نوعی حس این بوده که راحت‌تر میتونم تصمیم گیرنده باشم برای یه پرکتیس خودم. برای یه جراح، من حالا سوالی فکر کنم من یه رزیدنت جراح فک و صورت هم دارم می‌پرسم، برای آینده کار حرفه‌ای خودم می‌پرسم، دو تا سوالو دارم. یکی اینکه من به عنوان رزیدنت چطور انتخاب میکنم که توی این تنوع وسیع انتخابایی که تو فیلد جراحی فک و صورت داریم کدوم لاین رو روش متمرکز شم یا بیشتر روش وقت بگذارم، مهارتم رو ارتقا بدم؟ و دوم این که اون ستینگ بیمارستانی چه محدودیتی به من ممکنه تحمیل بکنه؟ رزیدنت ها همش از ما این سوال رو میپرسن که آقای دکتر مثلا شما چرا ایمپلنت خیلی بیشتر کار میکنی یا مثلا جراحی فک خیلی بیشتر کار میکنی، فلان کار رو نمیکنی. باز من جوابی که بهشون میدم اینه که ببینید رزیدنت جراحی خیلی اتند به اتند وابسته است. این خیلی مهمه که تو کجا باشی و اتندینگ چی بلد باشن و چقدر بخوان اونا رو به تو یاد بدن. خیلی صادقانه میدونین یه گپی از دندان پزشکیه که شما میای و یه دفعه وارد یه محیط دیگه ای میشی.
خیلی چیزها رو شما میتونید با کتاب خوندن، سی دی دیدن، نمیدونم فیلم دیدن انجام بدید. ولی یه سری کارهایی هست تو جراحی که شما تا استادت انجام نداده باشه، تا دست استادت رو ندیده باشی، نمیتونی انجام بدید. مثلا که در آینده شما چه کاری میکنی خیلی بستگی به نحوه آموزشت داره. یا یه آدم خیلی قوی باشی که یه فیلدی رو خیلی دوست داشته باشی و رو علاقت، حالا یه آموزشی توی دوران رزیدنتی ببینی و بعد حالا در دوران پست که وقتی فارغ التحصیل شدی خودت بری این طرف اون طرف و دانشش رو کامل بکنی و شروع کنی به کار کردن. یه چیز شخصی و یه چیز شانسی هم هست، اینکه تو خودت چی دوست داشته باشی و کجا باشی و کی کنارت باشه و چقدر دوست داشته باشه به تو آموزش بده. یعنی شما میتونی کنار یه نفر هم باشی ولی هیچی یاد نگیری، میتونی کنار یه نفر باشی که یه آدمه باشه که به آموزش اعتقاد داشته باشه و درست سر جای خودش قرار گرفته باشه. بعضی وقتا خب شاید یه آدمی اشتباهی سر جای قرار گرفته باشه که مال خودش نیست، طبعا یا یه چیزی برای عرضه نداره یا نمیخواد عرضه کنه. این خیلی مهمه. ستینگ بیمارستانی، میدونیم شما به عنوان یک جراح وقتی تو مطب خودتی فرمانده ای، همه چیز تحت کنترل شماست، ولی وقتی میری تو بیمارستان شما باز فرمانده هستی ولی عوامل خیلی زیاد دیگه هم تأثیر گذارن. متخصص بیهوشی، همکاری که میاد برای شما مریضتو بیهوش میکنه، همه چیز از پذیرش بیمارستان که چجوری با مریضتو برخورد میکنه تا وقتی که میخواد بیاد بره و ترخیص بشه، اتفاقات ناخواسته که شاید توی اتاق عملی ایجاد بشه که اصلا دست تو نیست و تو هیچ تأثیری توش نداریم. من همیشه به رزیدنتا میگم شما باید به لولی برسید که انقدر که حواستون تو اتاق عمل به اطراف به خود فیلد نباشه، خود عملی که بلدی باید انجام بده انجامش بده، باید به خیلی حواست به حاشیه ها و اتفاقاتی که میتونه بیفته و میتونه خب بعضن هم فاجعه بار باشه، باید با این خیلی مشکل ساز میشه. آیا برداشتم صحیحه؟ پس یه رزیدنت جراحی فک و صورت باید اگر تصمیم داره توی ستینگ بیمارستانی فعالیتشو سر و سامان بده، بعد حتما بتونه شبکه سازی خوبی رو انجام بده، بعد بتونه نتورکینگ خوبی داشته باشه و ارتباطات خوبی رو بتونه با همکاران تیم بیمارستانیش داشته باشه. قطعاً اگر این توان رو من نداشته باشم شاید تو اون بخش با چالش مواجه بشم. همینطوره. خب دیگه توی فیلد جراحی این توضیح رو دادید که این فیلتر شدن سلیقه و در واقع اون مسیر حرفه‌ای آینده یه بخشش وابسته به شانس فرمودید و گفتید یه بخشش هم وابسته است به خب به حال علاقه فردی و شخصیه اون فرد. میخوام بدونم از نگاه شما، باز توی ستینگ مطب دندانپزشک عمومی هم انتخابا خیلی زیاده، درمان‌های زیادی که خب خیلی خوبه که کلینیشنمون توی خیلی هاش خوب باشه، دندانپزشک عمومی خوبی باشه، اما میخوام بدونم آیا شما این توصیه رو دارید برای دندانپزشک عمومی که بهتر هست یک یا دو فیلد رو به طور اختصاصی انتخاب بکنه و متمرکز رو اونها کار بکنه؟ فواید این اپروچ رو چی میدونید شما؟ من همیشه توصیه که به رزیدنت ها و دانشجو ها میکنم اینه که کاری رو انجام بده که برای پدر مادر و اطرافیان نزدیکت هم انجام میدی. من یادم اولی که اومده بودم یزد یه بیماری اومد با شکاف لب، دختر 10 هفته بود و خب منم خیلی دوست داشتم که عمل کنم، تازه فارغ التحصیل شده بودم. یه لحظه نگاه کردم که من یکی دو سال عمل نکردم، شکاف لب یک فیلد خیلی تخصصیه که بیشتر جراحی اطفال انجام میدن و گفتم نه، اگه بچه مثلا بچه من باشه یا بچه یکی از نزدیکان من خودم این عمل نمی کنم و قطعا میرم پیش یکی دیگه. من یه قانونی تو جراحی هست میگه که شما مجاز به انجام هر عملی هستید به شرط اینکه عوارض اون عمل را هم بتونی منیج بکنی. من همیشه مثلا میگن آقای دکتر ما دندون عقلی مثلا هوریزنتالی رو ما جراحی بکنیم تو مطب فلان کار اگر کاری رو واقعا وجدانن پیش خودت احساس میکنی که توش پرفکت هستی و میتونی انجام بدی
انجام بده، ولی که واقعا یه کاری رو احساس میکنی نمیتونی خوب انجام بدی، یا اگر عارضه‌ای ایجاد شد نمیتونی جمعش کنی، به اصطلاح به نظر من بهتر انجام نشه و بعد از یه مدتی فیلتریزه شدن، کانالیزه شدن توی یه سری کارهای خاص، درصد موفقیت آدمو میبره بالا. یک جمله معروفه میگه یک جراح خوب از عملهایی که میکنه معروف نمیشه، از عملهایی که نمیکنه معروف میشه. یعنی شما یاد بگیری که چه کیسی رو دست بزنی چه کیسی رو دست نزنی با افتخار، مثلا هیچ مشکلی نیست. اگه یه مریضی مثلا مطب من بیاد ببینم من توانمندیش ندارم، ولی مثلا همکار من که تو اون کار تخصصی تر داره کار میکنه، من با افتخار یه نامه مینویسم میدم دست مریض، میگم برو پیش همکار من که کیر خوب بگیره. و اینا در نهایت اون نگرش جامعه را نسبت به پزشک، نسبت به دندان پزشک بهتر میکنه. تو وقتی که شما یه کار را انجام میدی و با یه عارضه ای ایجاد میشه و خب زیاد جالب نیست. مرسی از توضیح، از توضیح صادقانه. خواهش میکنم. دکتر، یه فیل مورد علاقه خود من دندانپزشکی دیجیتال هست و خب خدمات خوبی رو توی فیل جراحی هم امروز داریم، از این سرویس میگیریم. چقدر اینترستد بوده و چقدر درگیر شدی توی این پروسه؟ فکر کنم جواب سوال خودتون بلد باشیم، چون من خودم از شما تو این زمینه بسیار راهنمایی گرفتم در چند ماه گذشته و خب شما به عنوان یک آدم پیش رو در این داستان رفرنس بسیار خوبی هستین و جالبه که ما هر جا میریم پرینتر بخریم یا اسکنر بخریم همه جا رد پای از شما هست به خوبی. و منم شروع کردم تو این داستان و البته در ابتدای راه هم، ولی خب همون داستان نیازه، نیاز خودت که احساس میکنی که بعد این کار رو شروع کنه. شما مثلا میری یه کورسی، مثلا یه کشوری میبینیم بیمار میاد، کار رو انجام میشه، این پلنت رو میگذارن، همون موقع پروتزش تحویل داده میشه با چه دقتی با چه، و بیمار میره. یعنی میدونی یه انقلابه و نمیشه ازش دور موند یا حالا یه جورایی نهیش کرد و باید باهاش همراه بشیم، اگر نه خب در دراز مدت کنار زده میشیم. این سال از این جهت پرسیدم که تو سال دوم این رو بپرسم حضورتون، تو فیلد شما احساستونی که توی یه افق 5 ساله چه تغییراتی ممکنه این تکنولوژی ایجاد بکنه، یه چه درمانهایی رو ممکنه بیشتر متحول بکنه، به طور خاص تو فیلد جراحی فک و صورت منظورم هست؟ خب حالا درمان ایمپلنتی قطعا تحت تاثیر قرار میگیره، درمان جراحی‌های فک، جراحی‌های ارتوگناتیک که شما میخوای مثلا جایگزین اون روش‌های عادی که برای بیماری آرتیکولاتور بیاری، با گچ نمیدونم بخوای فک رو ببری بیاری جلو، با مو مانت بکنی و اینجا، البته اینا شروع شده ها، و ولی من فکر میکنم در آینده دیگه کم کم این داستان ها باید جاش رو به همون روش‌هایی که دقت بیشتر دارن و امنیت خاطری بیشتری به جراح میدن بده، و ما قطعا در آینده باید بریم به سمت این داستان. تو این مسیر وقتی که میخوای وارد بشید، خب میدونیم عامل بازدارنده رو طبعا میشناسیم، یه جاهایی ممکنه اون هزینه ها عامل بازدارنده باشه، یه جاهایی حتی هزینه عامل خیلی مانعی نیست، یعنی همکارمون آفیس شلوغه به شکل معمول، ترنور خوبی هم داره برای بیمار، اما باز هم نگران اون وقت و انرژیه که باید بگذاره برای این کار، چون به حال یه مهارت جدید هست، نیاز به زمان داره، کسب دانشش، کسب مهارت عملیش، و فکر میکنم یه بخش زیاد نسبت به بقیه کارهایی که داریم انجام میدیم نیاز به تیم سازی داره، چون واقعا اینکه شما به عنوان یک کلینیسیان موفق، خب نه اقتصادی ممکن است باشه نه منطقی هست که بخواید خودتون این چرخه رو کامل بکنید و خودتون عامل اجراش باشید. اولا نیاز هست شما بتونید کسی رو در کنارتون داشته باشید که حالا اون پروسه نرم افزاری رو دنبال بکنه یا بعد حالا کارکشن یه مورد نیازتون رو بتونه انجام بده. این عوامل بازدارنده خب همونطور گفتیم مسئله اصلیه، ممکنه برای خیلی از همکارانی که کماکان با اکراه ممکنه سمتش حرکت بکنن، برای این نگاه چه پیامی رو ممکنه داشته باشی؟ میدونی تغییر کلا سخته. خیلی سخته، تغییر سخت و پرهزینه، سخت
پر هزینه، نه تنها هزینه مادی، هزینه مادی، هزینه انسانی، هزینه مادیش فکر کنم اتفاقا راحت ترین قسمت داستانه. حالا شما یه هزینه ای رو باید بدی، میدی و راحت تموم میشه میره. ولی اینی که شما تو مطبت یه کاری رو که به صورت عادی انجام میدی، حالا بخوای صعب کنی بیای روی کاری که حالا خودت هم زیاد اکسپرت نیستی، مهارت لازم رو نداری، بعد مهارت رو کسب کنی و مهمتر از همه تیم سازیه. یعنی ببین شما به این نتیجه برسی که به خاطر دل خودت، به خاطر نیاز بیماران، به خاطر اون چیزی که درست فکر میکنی درسته، میای یه تایمی رو میذاری، یک هزینه ای رو میگذاری، حالا چه هم مالی چه معنوی، آیا افراد دیگه یا میان شریک این داستان بشن و پیدا بشه، یک مقداری سخته. بله خب دیگه وقتی که یه چیزی رو طراحی میکنی و بهش میخوای برسی، باید برسی، سختیاش رو میپذیری. ولی در عوض وقتی رسیدی، حالا چیزی که جالبه من بگم، من خب داشتم شما رو این چند وقته که فالو میکنم و کیس های آموزشی شما رو میبینم، بیماری اومد این پلانت گذاشت، همون شب 10 واحد پروتز موقتا بهش دادیم. خب میدونین این خیلی حس جالبیه برای من که خودم نه جراح بودم نه اون تیم بودم، خیلی پیام خوبی داشت. پیامش این بود که دیگه این داستان جواب نمیده، افرادی هستن که اون صد دره شکندن. حالا یه وقت از شما صد خط شکن میشی، اوکی خیلی سختیاش بیشتره، ولی این راهیه که باز شده، داره رفته، یه سر آدم هایی هستن که کار انجام دادن و الان هم سخاوتمندانه تو رو کمک میکنن، آقا اینو بگیر اونو بگیر، اونقدر راه سخت نیست، راه باز شده. و دیگه به نظر من اگر نرسی به اون راه و تو اون راه نری، به مرور زمان پس زده میشه. پیام شاید در واقع این باشه که این نگرش که بپذیرم، این نگرش که بیمار همیشه حق داشته و همیشه دنبال انتخاب بوده که بتونه درمانش رو ساده تر یا کوتاه تر تجربه بکنه. همه چیز تغییر کرده ولی این که عوض نشده، از ابتدا بیمارا همینو میخواستن، امروز هم همینو میخوان و هر تلاشی هم که ما داریم میکنیم عملا پاسخیه به همین نیاز. وقتی نیاز رو میبینی و میبینی خب این نیاز رو پاسخ داده میشه، اینجاست که شاخه که میگیره پیام رو، من باید انجامش بدم. این مسیری که هم تو که شما هم تایید کردی، مسیری که ممکن اول سختی خودش رو داشته باشه، اما مسیری که وقتی 6 ماه ازش گذشت و اون آزمون خطا و مشکلات رو پشت سر گذاشتی، که خب واقعا ممکنه گاهی اوقات اعصابت هم خیلی خرد کنه وقتی داخل دل داستانی، خب خیلی مشکلات پررنگه، ولی 6 ماه بعد که انجامش دادی، وقتی برمیگردی به عقب میگه خب چه خوب امروز انجام شده، امروز پیاده شده. پیاده شدنش خودش یه لذتی داره و دریافت اون نتیجه، یه نتیجه رو به دنبالش داره که خیلی بزرگتره. خب یقینا برای هر کسب و کاری امروز نیاز هست واقعا. خب از فضای مطب اگه موافقی دور شیم. دوستان من حالا الان وقت آزاد بیشتر داری، وقت آزاد شرط عادی کم هست همیشه، ولی اون وقتای محدودی که پیدا میکنی رو صرف چه کاری میکنی؟ والا من 2 تا پسر شیطون دارم، 10 ساله و 9 ساله، و تقریبا تایم آزادی دیگه برام نمیگذارم و بیشتر در کنار خانواده. و خب میدونی ما همه ماها به نوعی شاید بزرگ شدن بچه هامونه وقتی خیلی کوچیک بودن ندیدیم و یه مقداری شاید از این لحاظ به همسرامون بدهکار باشیم. حالا من شما قطعا همین جور هست، همیشه یه جورایی احساس میکنم دارم اون نبودنهای اولیه رو تو راه یزد، تو راه اصفهان، بیمارستان، نمیدونم این آدم یه جوری داره یه ادای دینی میکنه و خوبه که دیگه آدم یه مقدار از عذاب وجدانش کم بشه. اینو گفتیم، من الان باز جلو دوربین دوباره نمیخوام دیگه ذکر مصیبت بکنم، همین که اینجا هستم الان باید یه ادای دینی داشته باشم. وقتایی که میگیریم دیگه، وقتایی که میشه خیلی متفاوت صرفش کرد، ولی حالا اولویت هایی برامون تو مقاطع پررنگه. من یه چیزی میگم که توی مقاطعی آدم ناگزیره، میدونی تو کار ما پزشکان، دندان پزشکان، یه دوره هایی ناشاریم یه شعله هایی رو یه کده پایین‌تر بکشیم، یه خودی کمتر وقت بگذاریم، یه جایی رو پررنگ‌تر بکنیم. ولی همینطور که گفتی مهمه که این شانس رو یه جایی به دست بیاریم که تا میتونیم حداقل سعی کنیم یه بخش جبران بکنیم، یه مقدار بتونیم بالانس بکنیم اون نبودن‌ها رو. بسیار خوب. دیگه تو بخش پایانی معمولاً چند تا واژه رو دارم من که این واژه رو
خدمتتون میگم در موردش احساستون یا پیامتون رو در مورد هرکدوم از واژه‌ها بفرمایید. بگم بفرمایید. سال 2030 امیدوارم بهتر از 2020 باشه. واقعا امیدواری به جایی، انشالله که اینطور باشه. انشالله انشالله که من و دکتر مومنی هر دو باشیم، تماس بگیریم، تبریک بگیم به هم و خلاص بگیم 2030 خیلی بهتر از 2020 بود. انشالله که همینطور باشه. واژه بعدی در مورد واژه استاد میخوام نظرتو بدونم، برای کسی که آموزش رو انجام داده، درمان رو شروع کرده، دوباره برگشته آموزش، یه پیام باید داشته باشن. در مورد استاد نگاش چیه؟ انسانی که بعد از هر لحاظ کامل باشه و عاشق باشه. چه عاشق درمان، چه عاشق آموزش. خصاصت نباید داشته باشه. هر اون چی که بلده، حالا هر چقدر هست، خالصانه و صادقانه، در اختیار اون کسی که میخواد بگذاره. واقعا همینطوره. وقتی میگه استاد، اولین پوینتی که به ذهن میاد سخاوته، بخشندگیه، دهندگیه و این خصوصیت اصلیه که یک استاد رو محبوب قلب‌ها ممکنه بکنه. واژه بعدیمون دانشجو. من همیشه به دانشجو میگم شما ماهیت ما و وجود ما وابسته به وجود شماست. دانشجویی نباشه، استادی دیگه نیست و دانشگاهی نیست. و به نظر من افراد مقدسی هستن که امانتن دست ماها. من جمله که به رزیدنت ها میگم، میگم شما 5 سال پیش ما امانتید و واقعا حالا فرزند امانت خداست پیش ما، دانشجو و رزیدنت هم یک امانته و بعد آدم سعی بکنه که بعدا شرمنده نباشه. حالا یه بار کنگره ای جایی آدم اون فرد رو میبینه، احساس کنه که هرچی اون چه که در چند تداشت رو در اختیارش گذاشته. چون گفتی رزیدنت، یاد این افتادم، یه زده نپرسیدم، بستم میدم که حالا چون الان دوباره درگیر کار رزیدنت هستی، جراح رزیدنت دوره رزیدنتی سختی رو پشت سر میذاره. بسیار سخت. اون پیام همدردی که الان برای رزیدنت خودت بخوای بفرستی، چی میفرستی براشون؟ پیام همدردی روزهای سخته، ولی چیزی که هست من همیشه بهشون میگفتم سال یک و دواره، ولی خب دیگه هرچی میان بالاتر، چون میدونی رزیدنت جرهی تقریبا مثل یه سرباز خونه میمونه، هرچی میای بالاتر آزادی ها بیشتر میشه. و همیشه من میگم اینقدر که رزیدنت های سال دو از اومدن سال یکی ها خوشحال میشن، خود سال یکی از اینکه جرهای قبول شدن خوشحال نمیشن. و خب یه جور دیگه رهاییه دیگه سال یکی ها اومدن. ولی تجربه ثابت کرده که تو شما تو هر جایی زندگی بهت سخت گرفتن، بعد نقطه‌ای برای پروازت شده و هر جایی راحت بوده، ساده بوده و هیچ به قول معروف بگیر و ببندی نبوده، بعد نقطه ضعف آدم شده. این روزا و این سالها سالهاییه که شما میتونیم خوب آموزش ببینی، خوب خودتو تقویت کنی. من میگم شما در هر اتاق عملی رو میتونی باز کنی. شما، من، دکتر حسن مومنی، رزیدنت جراحی، همه میگن بفرما، ولی وقتی که اوس تمام شد، من دکتر حسن مومنی جراح فک و صورت دیگه نمیتونم در هر اتاق عملی رو باز کنم برم. پس تا فرصت هست نقاط خودشون رو بر نقاط قوت، نقاط ضعف خودشون رو ارزیابی کنن که بعد که به پوزیشن استادی رسیدن دیگه یک مقدار طلب آموزش سخت میشه. تجرب. دو تا واژه بعدی، نتورکینگ، شبکه سازی. باهاش موافقم، ولی کن به صورتی که افرادی که میخوان ازش استفاده کنن زیاد اعتماد کاملی بهش واقعا بعض وقتا نمیشه کرد. نمیشه به شما به هر اطلاعاتی و به هر چیزی که میاد اعتقاد پیدا بکنی و اعتماد پیدا بکنی، ولی خب برای اطلاع رسانی و برای اینکه بدونی چه خبره به نظر من لازمه. بحث بعدی سوشال مدیا. نم همینه سوشال مدیا. نم میتونیم توش مثلا یه جا بری وایسی و آموزش ببینی و آموزش بدی،
میتونی یه سری چیزا رو وارونه جلوه بکنی و در شرایط کنونی من مخلوطی از سوشیال مدیا و اون چیزایی که واقعیه رو بیشتر میپسندم. بسیار خب. یه راستی آزمایی همیشه میخواد اون چیزی که از سوشیال مدیا دریافت میکنی. و ترم آخرمون در مورد تغییر صحبت کنیم. خیلی سخته. خیلی سخت. بسیار سخته ولی لازمه زندگیه. تمام افرادی که تغییر رو پذیرفتن و خیلی زود شاخکاشون به قول شما حساس بود و فهمیدن که الان دیگه موقعشه موفق تر شدن و اونایی که خیلی دیر لبیک گفتن یا اصلا نگفتن پیک میکنن بعدم پشیمون میشن. از هر تغییری به نظر من باید استقبال کرد و با مطالعه و با آگاهی به سمتش رفت. مرسی دکتر، مرسی از همراهی. خیلی لطف کردی، وقت گذاشتی و توضیحی که برای خود من شنیدنی بود، قطعا برای بینندگانمون همینطور هست. اگر تو سخن پایانی نکته‌ای هست که می‌خوای در خصوصش صحبت داشته باشیم یا پوینتی هست که گفته نشده، فرصت رو داریم الان گفته بود. مرسی از شما، مرسی از تیم همراهیتون که میدونم امروز بسیار خسته شدین و امیدوارم که این راهی که شما باز کردین حتی اگر به تعداد افراد اندکی این پوینت رو بده که یه تکونی بهشون بده قطعا بسیار با ارزشه و من براتون آرزوی موفقیت میکنم. ممنونم. این ادعا رو همراهی از ذهن مثل شما ممکنه پرثمر بکنه و قطعا این انتقال دیدگاه مختلف متنوع میتونه برای خیلی از همکارانمون راهگشا باشه. بازم متشکرم. لطفتون. از ذهن همراه خیلی متشکرم. با همراه بودید با یه قسمت دیگر. همچنان دعوتتون میکنم منتظر و بیننده یه قسمت‌های بعدی ویدیوهامون باشید و کماکان منتظر نقطه نظرات ارزشمندتون هستم. درود، خدا نگهدار. استاد ممنونم. خیلی لطف کرد.